و استاد برجسته دانشگاه استنفورد، تاریخ نگار، منتقد، ادیب آقای دکتر عباس میدانی عزیزشم گفتگو میکردم با یک استاد دانشگاهی در همدان، استاد و از مهر دانشجویان نسبت به آقای دکتر میلانی گزارشی میداد که خیلی اسباب افتخار و مباهاته. آقای امیر شهرتی برنامه رو اداره میکنه. ممنونم دکتر میلانی، خیلی خوش آمدید. عمران سلام به شما و به همه هممیهنان عزیزتون و به همه استادان و دانشجویان همدان. من یکی دو سال پیش این وقت رو داشتم که یکی از این دانشجویان که با من تماس گرفت صحبت بکنم. دانشجوی درخشانی بود، داره کتابی می‌نویسه در مورد ابراهیم گلستان و میزان دقت این دانشجو و میزان کنجکاویش و میزان استقصاش واقعا شگفت انگیز بود و به هر حال من سر تعظیم در مقابل این دانشجویان و این استادان که با این نکبت موجود دانشگاهی در ایران میسازن و سعی میکنن یک نسلی رو به دور از خرافات و با علم تربیت بکنن، واقعا باید به اینها سر تعظیم فرود آورد و من شخصا سر تعظیم فرود میارم. تشکر دکتر، تشکر. مطمئنم که همه شنیدن. آقای دکتر میلانی عزیز، چپ ها، پروگرسیف ها، ترقی خواه ها، لیبرال ها، لیبرال های نو، جناح تندرو چپ وابسته به حزب دموکرات آمریکا، نه فقط در آمریکا، در تمام اروپا و از به همین ترتیبه سبز ها، اینا سکوت کردن در مورد اون چیزی که در افغانستان داره میگذره. نظرشون میخواست. من فکر میکنم سکوت در مقابل این جنایت، همراهی با اون جنایت و در دادگاه تاریخ حتما محکوم خواهد شد، در دادگاه اخلاق فعلی هم به گمان من محکوم. یک 20 میلیون ملت رو اینها، منظورم غربی هاست، منظورم آمریکاست، منظورم اروپاست، با این وعده که ما به شما کمک میکنیم به دموکراسی برسید وارد عرصه میدان کردن، نهادهای دانشگاهی رو درست کردن و الان یک نیروی ویرانگر مرتجع عقب افتاده، به قول شما تروریست، یکی از برجسته ترین رهبران این رژیم، کسی است که هنوز 10 میلیون دلار برای سرش جایزه گذاشته FBI. در مقابل این سکوت کردن به نظر من همین همدلی با این جنایت و سکوت محکومی است، همونطوری که بعضی ها در مقابل جنایت های هیتلر سکوت میکردند در یک زمانی به دستور آمریکا یا به دستور شوروی یا به دستور هر کسی و بعد همه محکوم شدن در دادگاه، اینها هم به گمان من محکومه. من واقعا نمیفهمم چطور میشه در شرایط فعلی آدم خودش رو طرفدار حقوق زن بدونه و به طور جدی و مستمر و پیگیر علیه این سبوییتی که داره در افغانستان اتفاق میفته، سبوییتی که در ایران هم اتفاق میفته و افتاده و اگر به بدی افغانستان نشده، اگر همه الان زیر چادر نیستن، به خاطر مقاومت زنانه، به خاطر این نیست که داعشی های حاکم در ایران سعی نکردن همین بلا رو بر سر زنان ایران بیارن. زنان ایران مقاومت کردن در کابل، در بعضی شهرهای دیگه چندین صد زن شجاع افغانی مبارزه کردن، مقابله کردن، وایسادن در مقابل این سبوییت. در ایران چندین ده هزار وایسادن و ایستادن و ادامه دادن و مبارزشون رو ادامه دادن از روز اولی که اینا حجاب اجباری کردن. همین چند روز پیش تصاویر و تظاهرات زنان ایران رو در همون آغاز انقلاب میبینم و جهان در مقابل هم اون سبوییت هایی که رژیم در ایران میکرد تا حد زیادی سکوت کرد، الان هم دارن در مقابل سبوییت هایی که در افغانستان میشه، سبوییت های خشونت آمیز روزمره و سبوییت های خشونت آمیز بطئی، یعنی بستن مدارس برای زنان، گام اول جدا کردن اتاق های کلاس های درس بود، دقیقا این کار رو سعی کردم. من در دانشگاه تهران بودم، سعی کردم وقتی که این حزب الله یا بر دانشگاه تهران حاکم شدن، سعی کردن وسط اتاقای درس ما
پرده بزنن. عین همین تصویری که در دانشگاه کابل میبینیم نشد، برای اینکه زنان در ایران مبارزه کردن، افغانستان هم دارن مبارزه میکنن، ولی جهان این سکوتش به نظر من واقعا سکوت همدلی با جنایت و در سکوت در مقابل جنایت کمک به این جنایت و هیچ نوع ترقی خواهی. اینکه اینا در مقابل غرب وایسادن، خب وایساده باشم، دوران 20 سال سلطه غرب در افغانستان تقریبا از هر زمینه ای که بگیرید یکی از مهمترین دوره های رشد در این کشورها بوده. منظورم تبرئه کردن آمریکا یا اروپا نیست، اونها حتما در این کار اشتباه کردن. از اوباما بگیرید تا ترامپ بگیرید که اینها رو به رسمیت شناخت، تا بایدن بگیرید که اینها رو نه تنها به رسمیت شناخت بلکه با در اوج فضاحت این بیرون کشیدن نیروهای آمریکا رو اونجا انجام دادن، بدون تدبیر، بدون برنامه ریزی. اصلا هر تصویری که از فرودگاه کابل بود یک برد تبلیغاتی برای این مشت واقعا تروریست تلقی میشد. کشورهای دیگری مثل چین و روسیه و پاکستان هم به گمان من و ایران، ایران خب سعی میکنه دروی دو طرف بازی رو انجام بده، هم ازشون طرفداری بکنه هم از طالبان، و هم به هر حال بعضی ها تو رژیم نگران هستن، ولی کشورهایی مثل چین و پاکستان و روسیه که میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن، قرارداد ببندن، پایگاه پیدا کنن، اونها هم به گمان من در تاریخ محکوم خواهند شد. و دامن این نکبت اسلام سیاسی به اصطلاح بالاخره اونها رو هم خواهد گرفت. یعنی اینطور نیست که اگر با این مسئله مواجه نشید از بین خواهد رفت. طالبان رو نمیشه معقول کرد، همونطوری که رژیم ولایتی ایران رو نمیشه معقول کرد، برای اینکه اینا با عقل یومیه کار نمیکنن، اینها با عقل خودشون کار میکنن که از یک بافت شریعتی درست شده، خودشون رو عالم میدونن، عالم همه چیز در همه جهان، بهتر از هر کسی میدونن، و هدفشون ایجاد یک حکومت اسلامی است در جهان، هدفشون امارت اسلامی در جهانه. همونقدر در داعش این هدف است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، که در قانون اساسی که ندارن، طالبان در جهان بینی، طالبان در جهان بینی، القاعده در جهان بینی، داعش، همه هدفشون جهانی کردن اسلامه. چین الان ممکنه در کوتاه مدت از افغانستان بخواد بهره برداری کنه، ماهیگیری کنه در این آب گلالود، ولی چینی که در خود کشورش داره با سبویت تمام با کسانی که تازه به هیچ وجه به شکل طالبان اسلامی که نیست، اونا فقط مسلمان به دنیا آمدن، با خود چینی ها ببینید چیکار میکنه، اون وقت خارج از مرز خودش حاضر با یک نیروی مثل طالبان همدلی و همسازی بکنه، به این امید که یا معقولشون بکنه یا ازشون قرارداد بگیره برای معادنی که در اونجا فکر میکنن هست و بالای $1 تریلیون میگن ارزش داره. تشکر تو زیادتون. این سکوت فمینیست هم خیلی جالبه، با این که 17 میلیون زن افغان رو یک جا تحویل تروریست ها دادن، جنبش میتو همینطور، اینا هم سکوت اختیار کردن، خیلی عجیبه. آیه اول دلم آینه شد خیلی داره تنگ میشه، جا میدانی برای بیتران راسل و جان پول سارت و آلبرت کامو و سیمون دوبوار و بالاخره جمعی از روشنفکران قدر بودن در قرن بیستم، و اغلب وقتی حوادث از این دست رخ میداد عکس العمل های خیلی گسترده و وسیعی داشتن در دنیا فراتر از دولت ها. امروز جای همه اونا خالیه. بله متاسفانه میدونید جای اون نوع تعهد کلن خالیست، و اونهایی که مدعی تعهد هستن یک پیچ مهم می کردن، و در این پیچ مهم اینها به نوعی اسلام رو، اسلام سیاسی رو، چون در مقابل غرب میسته قابل دفاع می دونن. فکر می کنن که
نباید ارزش های غرب رو بر اونها تحمیل کرد، در حالی که آزادی، آزادی زنان ارزش غربی نیست، آزادی مذهب ارزش غربی نیست. کوروش ما 2500 سال به این مسئله باور داشت. سعدی ما 800 سال پیش میگه که به شما چه مربوطی که به دیگران حکم میکنید که نماز بخون یا نماز نخون. اینکه الان یه دی بیان به این عنوان که آزادی، آزادی ادیان، احترام به زن پدیده های غربی هستند، برخواسته از استعمارن، نباید به این کشورها تحمیلشون بکنیم، یه پیچش عجیبی است در فکر نیروهای مترقی. ولی اگر کمی به گذشته خودمون برگردیم میبینیم پیچشی شبیه به این در میان روشنفکران ایران هم اتفاق افتاد و اون پیچش به انقلاب اسلامی انجامید. شما روشنفکران عصر رضاشاه رو ببینید، ببینید اونها نظرشون در مورد دین چی بود. ضد دین نبودن، بعضیاشون بودن، اکثرشون نبودن، ولی کاملا مخالف این بودن که دین در سیاست دخالت بکنه و قطعا معتقد بودن که کسی مثل شیخ فضل الله نوری و ادامه دهندگان راه شیخ فضل الله نوری عین تحجرن. ببینید قزوینی، علامه قزوینی که از برجسته ترین روشنفکران اون زمان، شاگرد شیخ فضل الله بوده، بعد سعی میکنه شیخ فضل الله رو به راه مشروطه هدایت بکنه، میبینه نمیشه، شروع میکنه با این جریان فکری مبارزه کردن. میگه این موهومات رو تا وقتی که نتونیم از ذهن مردم پاک بکنیم به مشروطه نمیتونیم برسیم. بعد نسل دو بعد محمد رضا شاه رو نگاه بکنید، ببینید چجوری اینها از ارزش‌های انقلابی اسلام جانبداری میکنن، چجوری سعی میکنن با کسانی که دقیقاً ادامه دهندگان راه شیخ فضل الله نوری هستن بسازن. ما حتما باید از تمام فمینیستایی که الان در مقابل این ماجرا سکوت میکنن انتقاد بکنیم، ولی در 1951 نیروهای دموکرات خود ما، روشنفکران خود ما با نواب صفوی متحد شدن. نواب صفوی که تجسم تهجر و ارتجاع بود، نواب صفوی که یکی از برجسته ترین روشنفکران تاریخ معاصر ایران یعنی کسروی رو با شقاوت کامل به قتل رسونده بود، با او متحد شدن برای اینکه فکر میکردن دعوای اصلی یا با رزماراست یا با شاه و در وحدت با در دعوای دعوا هر نیروی رو میشه باش متحد شد. حاصل همین شد که دیدیم غرب هنوز به نظر من به اون شناختی که جامعه ایران نسبت به این خطر پیدا کرده در نتیجه تجربه مستقیمش، تو ایران هم هنوز هستن کسانی، تو لس آنجلس خود شما هستن کسانی که به گمان این که تفکر چپی دارن، به گمان این که ضد امپریالیست هستن، میگن باید از این رژیم دفاع کرد چون ضد امپریالیسته. این رژیم نه ضد امپریالیسته، نه حتی اگر ضد امپریالیست بود باید ازش دفاع میکرد، برای اینکه این رژیم میخواد ایران رو به یک قرون وسطا از لحاظ فکری ببره، قرون وسطایی که در اون میگه ذهن انسان توان حل مسائل جامعه رو نداره و باید به عقل الهی متوسل شد. این در مسیحیت بوده، در یهودیت بوده، در اسلام بوده، خیلی قوی تر شاید از همه اینها، و در اسلام امروز از همه اینها قوی تره. با این تفکر که نمیشه از اینها دفاع کرد چون اینها ضد امپریالیستن، اینها ممکنه ضد امپریالیست باشن ولی از هر امپریالیستی برای ایران بدترن. ما چرا با امپریالیسم مخالفیم؟ حداقل من برای اینکه فکر میکنم منافع ایران رو تابع منافع غرب میکنه، جلوی رشد ایران رو میگیره. این دلایلی است که به نظر من هر نیروی چپی، هر نیروی ضد امپریالیستی با امپریالیسم مخالفت میکرد دیگه. اگر در داخل خود کشور یه نیروی باشه که تمام اون
برنامه های امپریالیسم میتونه انجام بده. میگن امپریالیسم نمیخواد در این کشورها صنعت بومی روش بکنه، نمیخواد دانش بومی روش بکنه. خب کدوم رژیم تاریخ ایران هست که به اندازه این رژیم و به اندازه حالا طالبان در افغانستان به خروج مغزها، به فرار مغزها، به فرار سرمایه فکری جامعه و سرمایه مالی جامعه کمک کرده؟ یعنی هیچ نیروی امپریالیستی نیست که میتونست اقتصاد ایران رو، همه میگن که آمریکایی‌ها با شاه بد بودن برای اینکه شاه داشت صنعت ایران رو قوی میکرد. حالا من اونو دلیلش رو قبول ندارم که آمریکایی‌ها به این دلیل با شاه بد بودن، ولی ببینید بلایی که اینا بر صنعت ایران آوردن، بنایی که اینا بر هفت تپه آوردن، به همه شرکت های بزرگ آوردن، به سرمایه های خانواده لاجوردی ها آوردن، خانواده خیامی ها آوردن، از هر نیروی امپریالیستی ویرانگرتره. همه هم زیر لوای اسلام عزیز که انجام دادن، زیر لوای ناسیونالیسم انجام دادن. ببینید چه کردن با صنعت ایران، ببینید چه کردن با آبهای ایران، ببینید چه کردن با چاه های نفت ایران، ببینید چه کردن با سرمایه گازی ایران. کدوم امپریالیستی میتونست بلایی که اینها بر سر گاز ایران آوردن، تابع روسیهش کردن، نصف بیشتر به یکی از مهمترین ذخایر رو دو دستی تقدیم قطر کردن، کدوم دولت امپریالیستی این کار رو میتونست بکنه که اینا کردن؟ ولی هنوز یه عده هستن که میگن باید از اینا دفاع کرد و عده دفاع میکنن که اینها منافع ملی رو دارن فلان میکنن فلان میکنن. در مورد افغانستان هم همون تفکر باطل که غرب کیه که به اینها تحمیل بکنه، یعنی چی غرب چیه به کسی به کجا میشه ساکت بود، نه غرب نه شرق، که بیان نصف جمعیت این مملکت رو یه دفعه بگن برین تو خونه، بیان نصف جمعیت مملکت بگن که شما زندگیتون نصف زندگی مردا ارزش داره. تو همین اخبار میخوندم تو دبیرستان‌های ایران، مدارس ایران پرونده بچه رو به مادرش نمیدن، میگم برو ولی بچه رو بیاد، پدر رو بیاد. حالا پدره ممکنه 15 سال رفته یک شیعی هم کمک نکرده، مادر تمام زحمت کشیده بچه رو بزرگ کرده، حق خروج از ایران نداره. دوباره میخوندم که شوهره رفته ایران، با زنش رفته ایران، دم مرز به خانمه گفتن شوهرت که اون بره مرز وایستده داره سوار هواپیما میشه ممنوع خروجت کرده. زن ایرانی که چه بسا از اون مردی که تحصیل کرده تره، اون مادری که حتما از اون شوهری که گذشته رفته مسئول تره، پرونده بچهش رو نمیتونه بگیره. اون وقت جنبش فمینیستی در مقابل این سکوت میکنه، چون این رژیم در لوای آقای رئیسی و خامنه‌ای ضد امپریالیسته. مثل همین چیزایی است که پیروز دوباره میدیدم، یکی از این آخونده آمده گفته بله کسی نقل کرده به من، همش هم شیوه حدیثه دیگه، آقای فلانی که میدونید آقای معتبری است، عین سیستم حدیث، نقل کرده که یه روزی همین اخیراً آقا مهمونی دادن، تو مهمونی خامنه‌ای خورش گذاشتن، صدا کرده گفته که این خورش رو ببرید، این توش گوشت الان 700,000 تومن من نمیخورم. و میگفت چقدر ببینید این خلقیه، چقدر این دلش برای مردم میسوزه، کاشکی تیهو میخوردی و کفایت اداره مملکت رو میداشتی. 120 میلیارد دلار در دستته، برای تمام ایران میتونی گوشت و مرغ تهیه بکنی، اونا رو گذاشتید خودتون خوردید، دارید میخورید به آقا مشتبه و بقیه خودتون میدید، بعد مردتون میان میگن که بله ایشون حلوای سه روز مونده میخوره. من ترجیح میدم که هر شب از ماکسیم پاریس غذا برای آقا وارد بکنن، ولی کفایت اداره مملکت داشته باشه. وضعیت مملکت به این چه اندازه، همین اداها رو در طالبان هم در میارن و ادهی اثر جهالت
ایده مسئله این باور که نه اینا ضد امپریالیستن، ببینید چه جوری در مقابل آمریکا وایساده، در حالی که در مقابل آمریکا هم وایساده. همین اسنادی که جدیدن خود ظریف در آورده بعد از معزولی، ببینید چی میگه، تمام مذاکرات مستقیم با آمریکا زیر نظر مستقیم خود آقا بوده که دائم میگه که مذاکره با آمریکا به نظر من درست نیست، ولی اگه میخواهید شما برید انجام بدید. سکوت در مقابل اینا و یک مش مداح گاهی چپی گاهی میانه گاهی راستی گاهی مأمورین سابق خود رژیم اومدن نشستن یه فضایی درست کردن که این توهمات هر روز به گمان من ریشه دارتر میشه، در حداقل در یک اقلیتی. اکثریت مردم ایران تکلیفشون با این رژیم روشنه. به نظر من اکثریت مردم ایران کاملا متوجه شدن که با این رژیم راه فقط به تباهی میبرند، ولی پیدا کردن راه برای گذار از این نکبت به یک واقعا آزادی و گشایش در کار، اون کار دشواری است. برای اینکه این رژیمی نیست که اگر فکر کنه که موندنش در کار ایران رو ویران میکنه بذاره بره، این رژیمی است که حتما ترجیح میده ایران رو ویران بکنه به جای اینکه تحویل کسی بده. تو چه میدانی؟ حرفای شما من به فکر دو پرسش با شما در میان بگذارم. ببینید موضع روشن فکران از 167 سال پیش تا به امروز بیایم بررسی بکنیم، همیشه در سمت غلط تاریخی است. مثلا جنبش باب یا بایی وقتی یه جنبش مترقی پیدا میشه تو ایران، این هم این از سمت روحانیت تندرو می ایستن، علیهش موزه گیری می کنن. همچه که اشاره کردید تروریستی مثل صفوی می در کنار او می ایستن، سمت او می ایستن، یعنی این انتخابشونه به جای که سمت کسروی به ایستن، ازش حمایت و پشتیبانی می کنن. وقتی سیسی و مرسی به هم در به اصطلاح در جدال قرار می گیرن، مرسی سیسی برنده میشه، سمت مرسی رو میگیرن. بین قذافی و محمد رضا شاه پهلوی سمت قذافی ایستادن، بین اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا سمت اتحاد شوروی ایستادن. این معناش اینه که یا ما، حالا البته ما تک صداهایی داشتیم، روشنفکران نیرومندی، ولی ما قشر روشنفکر به اون معنا نداشتیم. یعنی روشن بگیم ذهن نقاد داشته باشه، عمیق باشه نسبت مسائل اجتماعی. میخوام ببینم که ایراد رو شما در چی میبینید. واقعا ما فکر میکردیم روشن فکر داریم در حالی که فاقدش بودیم، فاقد چنین قشری جامعه بوده، یا دست کم اون معنایی که معنای مدنی و مدرنی که ما از روشن فکر سراغ داریم دست کم تو این قشر موجود در ایران در طی این 200 سال اخیر ما مشاهده نکردیم. بفرمایید. من اتفاقا همین دو سه روز اخیر یک نوشته ای رو تموم کردم، امیدوارم به زودی یه جایی چاپش بکنم، در مورد قزوینیه. نامه های قزوینی به تقی‌زاده، و در اونجا دقیقا من سعی کردم به نوعی این سوال رو مطرح بکنم. مثلا عنوان مقاله هست کارنامه قزوینی و کارنامه روشنفکری در اینا. ببینید چند نفر ازشون بپرسید روشنفکر برجسته 100 سال اخیر ایران کیه، ممکنه حتی نام قزوینی رو ببرن. درست میگن قزوینی که اصلا روشنفکر نبود. درست. ولی قزوینی یکی از برجسته ترین روشنفکرهای 100 سال اخیر ایرانه. فروغی یکی از برجسته ترین روشنفکرهای 100 سال اخیر ایرانه. تقی‌زاده یکی از برجسته ترین روشنفکرهای 100 سال اخیر ایرانه. لیست ادامه داره: عباس اقبال آشتیانی، سید فخرالدین شادمان، داور، تیمورتاش، خیلی، امیر عباس هویدا. ببینید جامعه روشنفکری در یه مقطعی تصمیم گرفت که روشنفکر فقط خودشونه و اونا فقط کسانی هستن که با رژیم پهلوی قهرن و دنبال یه مفهوم خیلی محدودی از سیاست میگردن، مفهومی که میگه باید شاه رو بندازی یا رضا شاه رو بندازی، با هر کس هم متحد بشی. ولی امثال قزوینی اهل این حرفا نبودن. امثال قزوینی یه هویت
ایرانی اصیل میخواستم. شما بخونید این نامه ها رو، من واقعا گاهی گریم میافتاد. قزوینی روزی 2 ساعت در پاریس پیاده و با قطار از یک اتاقی که اجاره کرده در یه هتل میره کتابخونه برای اینکه جهانگشای جوینی رو استنساخ بکنه و یک نسخه منقه ازش در بیاره. بعد از یه مدتی فروغی با رضا شاه صحبت میکنه، فروغی با نخست وزیر صحبت میکنه، فروغی خودش نخست وزیر میشه، تقریبا برای یه مقرری اندکی قائل میشن. اینا دقیقا به شام شبش قزوینی محتاج بوده. ولی ببینید چه تلاشی میکنن برای اینکه فلان نسخه سعدی رو در فلان کتاب فروشی پیدا کنن بفرستن برای فروغی که نسخه منقحی در بیاره. وقتی به تقی‌زاده پیشنهاد میکنم، اینا با هم داشتن کاور در می آوردن، به تقی‌زاده پیشنهاد میکنم بیاد بره نماینده ایران در مذاکرات با شوروی بشه. نامه تقی‌زاده رو ما نداریم ولی جواب قزوینی داریم. قزوینی میگه حتما برید، میگه شما برید، من برام مثل مرگ، شما تنها دوست من هستی در اروپا، ولی مملکت به این که آدمایی مثل شما ادارش بکنن نیاز داره. میگه در ایران یه عده وطن دوستن ولی کاردان نیستن، یه عده کاردان هستن شاید وطن دوست نیستن و فاسدن. شما هم کاردانید هم وطن دوستید، برید انجام بدید کار رو. ببینید روشنفکران ایران بر سر فروغی و قزوینی، بر سر سید فخرالدین شادمان به خاطر اینکه با رژیم همکاری میکردن چه بلایی آوردن. ببینید چقدر اینها به مملکت خدمت کردن و چقدر اینهایی که به قزوینی ها فوش میدادن و با نواب صفوی ها متحد میشدن. ما خیلی روشنفکر در مفهوم روشنفکر داشتیم، ولی در مفهومی که خود روشنفکر را از روشنفکر به جامعه تحمیل کردن، یعنی مفهومی که مثلا آل احمد میگفت، خدمت و خیانت روشنفکران هم نوشته، میگه کتاب فریدون هویدا، که زمانی که اینو میگه فریدون هویدا یکی از برجسته ترین روشنفکران نه فقط ایران که اروپا بود، درست. یکی از سرشناسترین روشنفکران فرانسه بود، بنیانگذار مجله کاید و سینما بود که آل احمد با اینکه ادعا میکنه از فرانسه ترجمه میکنه مطمئنم از رو نمیتونست اینو بخونه، این نویسند بنیانگذاران بود. وقتی مرتگه میگه که کتاب فریدون هویدا مستحق نقد نیست چون برادرش نخست وزیره، اینا کج راه های روشنفکر ایران هم. ولی ما روشنفکر داشتیم، روشنفکرهایی که به این سرک نرفتن و رونده شدن صرفا به لحاظ این که مثلا یه دوره همکاری میکردن. حالا فروغی چی کار کرده که اینها بهش ایراد دارن من نمیدونم. فروغی یکی از مهمترین کتابهای 100 سال اخیر ایران رو نوشته، سیر حکمت در اروپا، به ایجاد زبان فلسفی کمک کرده. اون وقت تبری که تمام کاراش تقریبا ترجمه دست دوم کالای روسیه نوشته، بله این کتاب که ارزش نداره، بله این ترجمه است. الان در جامعه ایران مردم سیر حکمت رو بیشتر میخوندن یا کجراه های آقای تبری رو؟ جامعه ایران به بلوغی رسیده که بیشتر و روشنتر از روشن فکراش فکر میکنه. جامعه ایران الان سعیدی سیرجانی رو، خانلری رو، گلستان رو، قزوینی رو، فروغی رو خیلی بیشتر میخونه تا صمد بهرنگی و تبری و بقیه اینهایی که اون فضا رو به اصطلاح فکر روشنفکری در ایران تحمیل کردن. یک تغییر خیلی عجیبی اتفاق افتاده و در این راه باید از جمهوری اسلامی هم تشکر کرد، برای اینکه تمام اون چی که امثال قزوینی میخواستن علیه امثال شیخ فضل الله نوری بگن، اینها خودشون در عمل به مردم نشون دادن. یه نفر از قلم افتاد تو این اسامی، عباس میلانی.
خوشمون دوتا میلانی، حتی وقتی میرسیم به پای انتخاب به اصطلاح شعبات تشیع، خمینی رو ترجیح میدن بر شریعت مداری، پشت سر خمینی میستن، یعنی تندروترین رو انتخاب میکنن. در جریان 15 خرداد که یک جنبش ارتجاعی است که گندلاتان رو هدایت میکنن، تردید نمیکنن که باید رفت پشت سرش ایستاد علی شاه، علی معبر رضا شاه. عجیب انتخابایی که روشنفکران ما تو این دستگم 200 سال اخیر داشتن. ولی یادمون نره که در زمان در 20 در 15 خرداد یه روشن فکر حداقل بود که این تشخیص تاریخی رو داد که در جنگ بین خمینی و شاه، شاه در جایگاه ترقی قرار داره و اون ملکی بود. ملک خلیل ملکی بود که به مصدق نامه می‌نویسه میگه این دنبال روان شما، این سران جبهه ملی، اینها عوام فریب هم نیستن، اینها فریفته عوام هم. میگه خب ما با شاه اختلاف داریم حتما، ولی تو این دعوا که این میگه حق رأی زنا نباشه، اصلاحات ارضی نباشه، خب حق معلومه با شاهه. و اینجا اون وقت باید یه ایراد هم به نظر من به رژیم شاه گرفت. ببینید خلیل ملکی حاضر بود با اون رژیم همکاری بکنه، حاضر بود با شاه ملاقات بکنه، کما اینکه ملاقات کرده بود در اون زمانی که این رو میگم، حداقل دو بار خلیل ملکی مستقیم با شاه ملاقات کرده بود. ولی بعد از این ماجراست که اون رو دستگیر میکنن و زندان میکنن. همکارش دوست عزیز من رو که باهاش اون مقالات در مورد دریا بندری رو با هم نوشتیم، قین داوود منوچهر صفا، اون رو بازداشت میکنن. اینها بایستی آزاد میبودن در اون زمان، نه اینکه به جرم اینکه فکر نمیدونم جامعه سوسیالیستا داشتن، حالا مثلا هزار نفر هم طرفدار داشتن، اینها رو زندان بکنید و امثال خامنه ای و رفسنجانی رو آزاد بذارید که برن مدرسه علوی درست بکن. یعنی یک اشتباه تاریخی هم بود. ببینید چهار سال بعد از این ماجرا، چهار سال بعد از همین ماجرا یا پنج سال، نیکا از زندان بعد از که چهار سال زندان کشیده بود اومد گفت که ما سوراخ‌دار رو گم کردیم ملت، دعوای ما الان با ارتجاع باید باشه، دعوای ما با غرب که شاه در مقابلش وایساده، من حاضرم به اینا کمک بکنم. ول نکردن نیکا رو که بره کارشو انجام بده، آوردن بردنش تو تلویزیون، آوردن بردنش تبدیلش کردن به یه مبلغ ساده اون رژیم. ولی کسی مثل نیکا، البته نیکا کنفدراسیون هم در واقع مرگ سیاسی نیکا مسئوله، و اینکه در همون زمان نیکا بعد از اینکه آزاد میشه به رهبران کنفدراسیون، به رهبران سازمان سیاسی که باش بوده، سازمان انقلابی، میگه که من حاضرم بیان هر جا شما میگید در یه جلسه امید بایتون بحث بکنم، ثابت بکنم که نظر شما درست نیست. رهبران کنفدراسیون اصلا وجود این نامه رو تا 10 سال پیش، 15 سال پیش اصلا اعلام نکردن. باقر مرتضوی کسی رفت تحقیق کرد این نامه رو در آورد، گفت آقا شرم بر شما، خب اینو به ما میگفتید در اون زمان. ببخشید بابا آقای دکتر بیلانی عزیز هستی، خاموشش کردم، من با دوچرخه آمدم، خیلی از شما و از بینندگانتون شرمند خوزش میکنم. آقای دکتر امروز آخرین مصاحبه آقای ایگور شاهین رو میخوندم که بنیانگذار بیان تکه، یعنی یکی از شخصیت های بزرگ تاریخ علم به نظر من امروز روز، همین واکسن. گفت من دو چیز ندارم، یکی اتومبیل ندارم، دو چرخه دارم، در خانم تلویزیون ندارم. این دو تا چیز رو نداره آقای، که خودش الان از میلیاردرهای دنیا. آقای دکتر میلانی خیلی فوق‌العاده بود امروز، اطلاعاتی که شما به ما دادید مثل همیشه آموزنده. بعد اگه اجازه بدید این مبحث رو هفته آینده هم دنبال بکنیم، چون به نظرم خیلی های اهمیته، ببینیم که خلل و فرج در کجا بوده
و کمال من. چرا ما برداشتی که از روشن فکر داشتیم اینقدر خطا بوده و چرا ایشان روشن فکر به معنای مدنی و مدرن کلمه تو ایران هیچ وقت جانایی افتاد؟ بسید تک صدا داشتیم تو که شما اشاره کردید، تک صداهای نیرومند هم داشتیم، اما یک قشر که بتونه در واقع یک طبقه خاص از جامعه فکور و منتقد ایران رو به اصطلاح معرفی بکنه یا نماندگی بکنه نداشتیم. این رو با آقای دکتر میلانی در هفته آینده در میان میگذاریم. دکتر میلانی خیلی سپاسگزارم، ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. قربون شما، خیلی متشکرم.